رایزنی پشت درهای بسته اظهار نظر خارج از میز مذاکره. در دومی روز مذاکرات هسته‌ای در مونترال سوئیس، وزرای خارجه ایران و آمریکا صبح و عصر امروز دو دور نشست برگزار کردند. رئیس انرژی اتمی کشورمون و وزیر انرژی آمریکا هم جداگانه با هم به مذاکره نشستند. رایزنی سه جانبه معاونان وزیر خارجه کشورمون با معاون وزیر خارجه آمریکا و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در کنار مذاکرات کارشناسی ادامه داد. مثل همیشه هنوز از محتوای هیچ کدام از این نشست‌ها خبری منتشر نشده، اما بازار اظهار نظرها خارج از اتاق مذاکره داغ داغه. رئیس جمهور آمریکا دیشب در مصاحبه با خبرگزاری رویترز با تکرار اینکه آمریکا و اسرائیل یک هدف مشترک دارند گفت که ایران باید دست کم 10 سال توسعه برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه. این اظهارات بلافاصله از طرف وزیر خارجه کشورمون اینطور پاسخ داده شد که ایران تسلیم زیادی‌خواهی‌ها و مواضع غیر منطقی طرف مقابل نمیشه. معلوم نیست این اظهار نظرها بر اومده از جو داخل مذاکرات یا فضای سیاسی داخلی دو طرف. از حاشیه مذاکرات امروز قدم زدن تیم هسته‌ای کشورمون در حاشیه ساحل دریاچه لمان بود که مثل دور قبلی از تحلیل و تفسیر خبرنگارا دور نموند اینکه تیم ایرانی برای احتیاط از شنودهای احتمالی محل نشست یا رفع خستگی و فشار مذاکرات به کنار ساحل اومدن. این تصاویر هیئت مذاکره کننده کشورمون در مونترال که شاید برای احتیاط از شنودهای احتمالی در محل نشست هسته‌ای و یا برای رفع خستگی ناشی از فشارها و سختی‌های مذاکرات اینجا در ساحل دریاچه لمن نزدیک هتل پلازا آخرین مشورت‌ها و جمع‌بندی‌ها رو انجام میدن برای آغاز دوباره نشستی که در طرف مقابلشان مذاکره کنندگان آمریکایی هستند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان که از نزدیک مذاکرات رو هدایت میکنه از دشواری‌های این نشست‌ها میگه. مذاکرات بسیار دشواریه. موضوعات رسیده به مسائل ریز فنی و چون مسائل ریز فنی نیاز به بحث‌های جدی کارشناسی داره، ولی ما احساس میکنیم که در صورت وجود اراده سیاسی امکان رسیدن به راه حل بسیار کاملا وجود داره. از صبح امروز نشست‌های پی در پی در سطوح سیاسی، فنی، معاونان و کارشناسان ایران و آمریکا برقرار بود. دو وزیر دو مرحله به مدت 6 ساعت بخش سیاسی پرونده هسته‌ای رو زیر ذره‌بین مذاکرات بردند. رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان و وزیر انرژی آمریکا هم دو مرحله درباره مسائل فنی مذاکره کردند. در کنار نشست‌های کارشناسی، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی یک دور بعد از ظهر مقابل وندی شرمن از آمریکا و هلگا اشمیت از اروپا به گفتگو پرداختند. تحریم‌ها در کجای بحث‌های فنی قرار گرفته؟ تحریم‌ها بحث‌های بسیار جدی هستند و خب تحریم بیش از هر چیز نیازمند اراده سیاسیه و اون اراده سیاسی از یک فهم و درک باید ناشی بشه که تحریم هیچ اثری بر اراده مردم ایران نداره. همزمان با این نشست ها که بازار اظهار نظرها و تهدیدها در واشنگتن داغه، اما در محل مذاکرات تیم هسته‌ای آمریکا حاضر نیست حتی به یک سوال درباره حقوق مسلم مردم ایران پاسخ بده. در مقابل خبرهایی که از محتوای مذاکرات اینجا به بیرون اصلا درز نمی‌کنه، از اظهارات دو طرف اینطور میشه برداشت کرد که مذاکرات در دو بخش سیاسی و فنی در حال پیگیریه. حالا کدوم بخش تصمیمات سیاسی و یا مسائل فنی دست برتر رو داره روزهای آینده مشخص خواهد کرد. علی علوی، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مونترال.